در نشست جبهه وحدت ملی برای ایجاد مخالفت با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا اعلام شد که افغانستان به جای توافق امنیتی با آمریکا به جلب همکاری با کشورهای منطقه روی بیاره. ارزیابی شما از نقش کشورهای منطقه در ثبات افغانستان چیه؟ در شرایط کنونی جهان باید دهکده کوچک تبدیل شده و افغانستان در این دهکده یک خانه کوچک هست. کشورهای همسایه ما هیچ وقت نخواسته و باز هم نمیخواهد، از جمله ایران و پاکستان، که در افغانستان دموکراسی وجود داشته باشد، در افغانستان نظام مردم سالار وجود داشته باشد و در نظام حاکم در افغانستان نظام و حاکمیت مردمی وجود داشته باشد. ایران و پاکستان علاقمندی دارد که در افغانستان در شرایط کنونی جنگ بی‌ثباتی باشد و اینا در طول 10 سال گذشته و حتی 30 سال گذشته در امورات داخلی افغانستان مداخلات تخریبی داشته. روی این علت کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان در تأمین صلح و ثبات در افغانستان نمیتواند سهمی داشته باشد. البته آقای فضل الرحمن و ریا، این نظر شماست که دارید مطرح میکنید درباره پاکستان، درست میفرمایید، ولی درباره ایران با شما من موافق نیستم. آقای حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، اخیراً به سفری 2 روزه به عربستان رفت. این سفر با چه اهدافی فکر می‌کنید که صورت گرفته؟ ما در مورد ایران نظر شما را محترم می‌شماریم، مگر ایران با هیچ کشور همسایه خود مناسبات دوستانه نداشته و نداره و ایران یگانه کشوری است در دنیا که در حالت انزوا و بحران عمیقی به سر میبرد و ایران در طول 10 سال گذشته. خب، گفتگوی من بود با آقای فضل الرحمن اوریا، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، که به صورت زنده و مستقیم از شبکه خبر در حال پخشه.